سلام عرض کردیم. موشکاف تا خود روز 13 به در هر بار خدمت شما برسه یه تبریک جانانه موشکافی شده تقدیمتون میکنه. اما حالا بشنوید از تازه ترین سقلمه شیخ فری به تک و پهلوی عظما. رئیس جمهور ایران به مناسبت آغاز سال جدید با رهبر معظم انقلاب اسلامی تلفنی گفتگو کرد. رئیس جمهور با آرزوی سلامت و طول عمر برای حضرت آیت الله خامنه ای بر عزم دولت در اجرای سیاست های معظم الله در زمینه اقتصاد، فرهنگ و مدیریت جهادی تاکید کرد. زکی با این زهری که تو روونه حلقه ولی فقی میکنی انتظار داری سلامتی و طول عمرم داشته باشی؟ بعد تازه شیخ حسن چرا با آخوندهای امام دوم کلفت و مراجع حکومتی همون روز اول تبریک گفتی؟ اما به علی گدا که رسید گذاشتی روز سوم، بعدم با یه تکزن قضیه رو هم آوردی. بعد تو رو چه به اجرای سیاست‌های سیدعلی، تو کوسه رو به چست که هر روز یه گازی از علی بافوری میگیره. حسب جمعه‌ای که فردا آخرین مهلت نامنویسی بود در حیات قدم میزدم و منتظر اذان مغرب برای ادای نماز بودم. برقی به خاطرم زد که چقدر مستبد شدم. این همه انسان از هر جناح سیاسی و فکری به من میگن تو میتونی مملکت رو از وضعیت فعلی نجات بدی. بالاخره نماز رو خوندم و استخاره کردم. بعد از استخاره سه احتمال دادم. یکی این که قبلا که با آقا یعنی خامنه ای صحبت کرده بودم گفته بودم که قطعا نمیام. بعد به ایشون میگفتم که حالا میخوام بیام، چون حرف قبلی من عوض شده بود. احتمال میدادم اگه به ایشون بگم ایشون بر اساس تصمیم و قرار دو نفری ما بگن مصلحت نیست که بیام. احتمال دوم این بود که شورای نگهبان مانع بشه. سومین احتمالم این بود که انتخابات برگزار بشه، یک اتفاقاتی بیفته و یه مسائل پیش بیاد و اینا. خاطرات امامش کم بود، پای استخاره رو هم کشید وسط. هدف کوسه از همه این آسمون و ریسمون باقی ها اینه که بگه آی ایوه الناس، این سیدعلی بود که نذاش من بیام. خب وقتی شکاف اینجوری میزنه بالا، کابوس سیدعلی از قیام بالا میگیره و از ترس به فکر رزمایش و کشکایش میفته. رزمایش اقتدار نوروزی پلیس تهران برای تأمین هرچه بهتر امنیت مردم در این شهر برگزار شد. 800 واحد گشت انتظامی، آگاهی و پلیس راه در کنار 500 نفر از ماموران پلیس افتخاری در رزمایش حضور دارند. قرار است پلیس افتخاری به تدریج در 13 استان دیگر و پس از آن در کل کشور گسترش یابد. گروهخانه پلیس افتخاری، موتور سوار، پیاده و جشن خودرویی در کوچه ها و محله های خودشون شروع به جشن میکنن تا انشالله بتونن در موضوع پیشگیری از وقوع سرقت به پلیس کمک بکنن. تو گفتی و ما هم باور کردیم. با این همه لشکر و یگان و گروهان میخوای از سرقت اموال مردم پیشگیری کنی یا از سرقت عمامه سارق بزرگ یعنی سیدعلی؟ بعد وقت پلیسای مواجب بگیره تو جمع جور کردن اوضاع موندن. بعد تو دنبال پلیس افتخاری یا فکر کردی با عوض کردن اسم از بادمجون پای چشم معاف میشن؟ تو یه چنین اوضاع و احوالی بالا تا پایین نظام به تته پته میافته. اینم یه اشانتیون خندناک از یه نماینده مشنگ مجلس که وضعیت نظام بد جوری به لکنت انداختتش. و احلا لغدتن من لسانی افقه قولی اللهم جل علا اللهم جل علا اللهم جل علا فرج ولی کل فرج اللهم جل علی اللهم عجل ولی کل فرج. آقا ببخشید من چون سرما خورده و اللهم جل ولی کل فرج. امشب دل من سرکه 7 ساله شده، کجایی امام جون؟
امشب دل من سرکه 7 ساله شده، کجایی امام جون؟ ولایت باد کنک و روز و شبم ناله شده، کجایی امام جون؟ وضع این نظام پیچ پیچ و مچاله شده، سیرابی و شیردون فتوام مثل به بزغاله شده، زنگول آویزون ریشم سیبیلم سوخته و جزغاله شده مثل سر قلیون. Oh.